کشتی نفتکش ایران در بندری در ونزوئلا هفته گذشته. ایران با این کشتی و 4 کشتی دیگر سوخت به ونزوئلا صادر کرده است، علی‌رغم تحریم‌های آمریکا. مجموعاً به ارزش حدود 45 میلیون دلار. اما معلوم نیست این متحد ایران در آمریکای لاتین توان پرداخت بهای این محموله‌های سوخت را داشته باشد. منابع بازار نفت میگویند صادرات نفت ایران به علت تحریم‌های آمریکا در چند ماه گذشته به کمتر از 200,000 بشکه در روز رسیده. سقوطی چشمگیر در مقایسه با صادرات 2.5 میلیون بشکه در روز 2 سال پیش. از این مقدار صادرات امروز نیمی از آن راهی سوریه است، همپیمان منطقه ایران، که آن هم معلوم نیست که توان پرداخت بدهی‌هایش را داشته باشد. نمایندگان محترم التفات داشته باشند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در مجلس گفت درآمد ایران از محل صادرات نفت پارسال به پایین ترین سطح طی 25 سال گذشته رسید و اشاره کرد که امسال هم این درآمد به مراتب کمتر خواهد شد. او گفت آمریکا با تحریم‌هایش زانو بر گلوی کشور گذاشته است و اجازه نفس نمی‌دهد. در سال 98 عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم گفت آمریکا با فشار حداکثری همه به قول او منافذ بانکی کشور را بسته است و تمام فعالیت‌های صادراتی کشور را مختل کرده است. چون بعضی از دوستان فکر می‌کنن فشار حداکثری در یه جایی تموم میشه، ما میگیم این فشار حداکثری تازه اونجایی که رسیده داره ادامه پیدا میکنه. او گفت حتی کشورهای دوست هم دارایی‌های ایران را مسدود کردند. الان خیلی از کشورها که با ما ادعای دوستی دارن، از کره گرفته تا کشورهای مختلف، حتی در کنارمون عراق که ما بالاخره روابط خیلی خوبی دوستانه داریم، به خاطر فشار آمریکا به بانک‌های مرکزیشون، به خاطر فشار آمریکا به بانک‌هاشون اجازه نمیده از منابع ارزیمون استفاده کنیم. باعث قوی شدن فرد ایرانی های عزیز ما. مجلس حالا باید تصمیم بگیرد با نبود درآمدهای صادراتی چگونه میتواند با کم کردن هزینه ها و بالا بردن مالیات درآمدها و هزینه ها را سر به سر کند. این رئیس جدید مجلس محمد باقر قالیباف. باید باورمون بشه که ما کشور رو در درآمد و هزینه بدون نفت باید ادارش کنیم. این خواسته همه ملت و مسئولین بوده قبل از تحریم نفت. در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای کشورهای همجوار هم به گفته مقام‌های ایران مزیدی بر علت شد. درآمد ایران از تجارت‌های مرزی به کمترین مقدار رسید. مشکلی دیگر برای تأمین بودجه کشور در سال جاری. کسرو ناجی، BBC.